سلام، درس 25 رو شروع میکنیم به عنوان towns. خب، خواهیم در رابطه شهر و مسائل شهری صحبت کنیم. Describing a city. خب، نکته اول بگم، درس بسیار پر نکته ای هست، خیلی بهش دقت کنید. یه قبل از اینکه درسم شروع بشه یه نکته ای رو بگم. اگر دوست دارید که حالا یا جزء اون دسته ای هستید که زبان رو خیلی جدی تر دنبال میکنید، توصیه میکنم که تو کانال تلگرام هم عضو بشید، چون مطالبی که اونجا هست احتمالا براتون جذاب خواهد بود. خب بریم سراغ بخش اول. Describing a city، توصیف یک شهر. The words city and town are sometimes used interchangeably, but a city is generally large with a wider range of facilities. میگه کلمه city و town معمولا به جای هم استفاده میشن، ولی کلا در نظر داشته باشید که city جای بزرگتری است و امکانات بیشتری داره، یعنی یک شهر بزرگتری. This is a description of Cork, one of Ireland's main cities. Cork یک شهری است در ایرلند. اگر بخوام بگم کجاست، تقریبا میشه در جنوب ایرلند. و این آقای کیلین مرفی که نقش تام شلبی بازی میکنه در پیکی بلایندرز اهل این شهره. Which words or phrases might be useful for describing your own or another town. کدوم از این کلمه ها به درد توصیف شهر شما میخوره یا یه شهر دیگه. حالا بخونیم. Cork City is the major metropolis of the south. Indeed. کلمه metropolis به معنی کلان شهر هست و indeed هم به معنی در واقع. میگه یکی از کلان شهرهای مهم در جنوبه. Indeed. Indeed هم در واقع هست. With a population of about 119,500. یعنی حالا 120,000 تا جمعیت داره. شهر بزرگیشون اینقدر. Population هم که میشه جمعیت. It is the second largest city in the Republic. منظورش Republic، چون ایرلند جمهوریه بهش میگه، در جمهوریش. دومین شهر بزرگ. The main business and shopping center of the town lies on the island created by two channels of the River Lee. میگه اصلی ترین مرکز بیزنس، مرکز کسب و کار و خرید، شاپینگ سنتر که امریکایی‌ها معمولاً به این میگن شاپینگ مال، مال دارن. اینجا بنویسم کجاست؟ کجا قرار گرفته؟ در یک جزیره‌ای که بین دو تا کانال روی رودخونه لی، ریور لی قرار گرفته. With many of the suburbs within walking distance of the center. خب این خیلی کلمه خوبیه. Suburb در واقع به نقاطی میگن که مردم توی زندگی میکنن، ولی نه مرکز شهر، یعنی اطراف مرکز شهر رو بهش میگن suburb. دقت کنید که میگم اطراف مرکز شهر و نه اطراف شهر، که اون یه چیز دیگه. اما از این بهتر اینجا within، اگه میلسه من اینو پاک کنم، مثلا این اینجا، این یکی within walking distance of the center. این عبارت رو یاد بگیرین، within walking distance، یعنی یه جایی که دارین صحبت میکنین در محدوده یه مسیریه که قدم بزنید بهش میرسید. یعنی این محلات اطراف مرکز شهر همشونو یک خلاصه از مرکز شهر یه قدمی بزنید بهشون میرسید. اینجا یعنی محل دسترسی خوبی داره. خلاصه The buses tend to be overcrowded. اکثر اتوبوس ها معمولا شلوغن. And the one-way traffic system is extremely complicated. میگه سیستم ترافیک، سیستم حمل و نقل در واقع، سیستم عبور و مرور در این شهر one-way، یعنی شما از یه خیابون که بری از همونجا نمیتونی برگردی. برای همین چیه؟ extremely complicated، خیلی پیچیده است. یعنی شما هر جایی که میری مسیر رفت و برگشت یکی نیست، از یه جا میری ولی از یه جای دیگه باید برگردی، چون خیابونا رو برای اینکه ترافیک توش ایجاد نشه، همیشه عبور و مرور جریان داشته باشه، یک طرفه درست کردن. In the hilly area of the city، یعنی در محدوده‌ای که تپه ماهور داره، جایی که روی تپه قرار گرفته تو شهر، is the famous Shandon Steeple، the bell tower of Saint Anne's Church. میگه
شندن ستیپل قرار داره که یه منطقه مهمی حتما من طرفتم ببینم. The Bell Tower. Bell Tower چیه؟ از اسمش مشخصه دیگه. ساختمون های برج مانندی که بالاش هم یه دونه ناقوس داره به صدا در میاد. حالا یا کارکردای مذهبی داشتن یا کارکردای سیاسی. که البته خب این یکی مذهبیه دیگه. میگه Saint Anne's Church. کلیسای اسمش الان خوب نمیشه. کلیسای انه مقدس. این اسمش انی بوده دیگه. حالا هرچی که هست. Saint به معنی مقدس هست. قدیس هست. Built on the site of a church destroyed when the city was besieged by the English in 1690. که کجا ساخته شده؟ Built on the site of a church. در فضای اون محیط یک کلیسایی ساخته شده که قبلا نابود شده اون کلیسا. به چه دلیل؟ When the city was besieged by the English in 1690. یعنی سال 1960 انگلیسی ها اومدن این منطقه رو محاصره کردن. بسیج به معنی محاصره است. یه جایی از این کمدین های زبان انگلیسی میگه بگید بسیج، یعنی بسیج اومد اینجا رو محاصره کرد. کودینگ درست میگن. یاد نگیرید این چرندیات رو. خلاصه Back across the river Lee lies the city's cathedral. میگه اون سمتش، اون سمت پشت. Across یعنی اون سمت هر چیزی. مثلا این رودخونه که اینجا تو تصویر هست رو ببینین، اون طرفش میشه across. خب Back across یعنی اون سمت چی هست؟ چی قرار گرفته؟ lies به معنی خوابیدنه، ولی وقتی برمونده یه چیزی میگیم یعنی قرار گرفته. City's cathedral. Cathedral به معنی کلیسای جامع هست. مثل اون چیزی که ما داریم مسجد جامع، اینا کلیسای جامع دارن. An imposing 19th century building in the French Gothic style. یک چی هست؟ یک ساختمون جالب و جذاب. Imposing به چیزی که به لحاظ ظاهری زیباست میگن یا جذابه. حالا یک ساختمون جالب قرن 19 19th century building in the French Gothic style، در سبک گوتیک فرانسوی ساخته شده. بذارید من اینو چیز کنم. گوتیک در واقع در اصل آلمانیه، یعنی به قوم گاث ربط داره که در آلمان امروزی هستن. اما وقتی استیل گوتیک یا معماری گوتیک، حالا گوتیک فقط به معماری محدود نمیشه، میگن به یک سبک خاصی میگن که بین قرن 12 تا 16 خیلی محبوب بود و حالا بعدش سبکای دیگه اومد. ولی خیلی از کلیساها یا ساختمانهای مطرح اروپا در این استیل یا در این سبک ساخته شدن. Coke has two markets. این شهر دوتا بازار داره. Neither caters specifically for tourists, but those who enjoy the lively atmosphere of a real working market will appreciate their charm. خب پس دوتا بازار داشت. Neither یعنی هیچ کدوم از دوتا. خب یعنی هیچ کدوم از این دوتا چی نشدن؟ مخصوص توریستا ساخته نشدن. این فریزال ورب رو یاد بگیرید. تو یه درس دیگه هم داشتیم، من اونجا یادم رفت بعد از اینکه درس تموم شد به خودم گفتم کاش که اینو توضیح داده بودم. اما اینجا هست. Cater for یعنی یک چیزی رو مخصوص کسی یا چیزی بسازید. مثلا یه رستورانی باشه یا چه میدونم یه فسیلیتی باشه، یه امکاناتی باشه. همه اینا رو میتونید به فریزال به cater for بگید. میگه هیچ کدومشون خاص به طور خاص برای توریستا ساخته نشدن. اما اون جماعتی که اون آدمایی که چی دوست دارن؟ از lively atmosphere یعنی از یه جو زنده و سرزنده لذت میبرن، اونایی که از سرزندگی یک جا، حالا جا کجاست؟ اینجا میگه a real working market، یه بازار واقعی، از این charm که اینجا نوشته، از این جذابیت لذت میبرن، خوششون میاد و تحسینش میکنن، appreciate. The town has good sports and art facilities.
خب امکانات خوبی برای ورزش و هنر داره. آرتس هم که یادتونه تو درس آرت گفتیم دیگه، توضیح دادیم که چیه. The Crowfoot Art Gallery is well worth a visit. میگه اینجا Crowfoot Art Gallery، گالری هنری Crowfoot، یه جاییه که ارزش دیدن داره. Is worth a visit یعنی ارزش دیدن داره. Well رو برای تاکید بیشتر گذاشته. واقعا ارزش دیدن داره. It regularly puts on adventurous exhibitions by contemporary artists. میگه regularly یعنی مداوم، پشت سر هم هی. چی میذاره؟ Adventurous exhibitions. کلمه adventurous به معنی ماجراجوه. وقتی تو حوزه هنر یا مثلا گالری ها صحبت میکنیم، بیشتر اشاره به هنرهای مدرن یا هنرهایی داره که خیلی نزد مردم شناخته شده نیست. در نتیجه شما باید برید این هنر رو مثلا کشف کنید، ببینیدش، یاد بگیریدش، چشمتون عادت کنه مثلا بهش. بای چه کسانی؟ توسط contemporary artists یعنی هنرمندان معاصر. contemporary یعنی هنرمندانی که در عصری که شما هم هستید زندگی کردن یا زندگی میکنن همچنان. The fashionable residential districts of Cork City overlook the picturesque harbour. میگه که the fashionable خیلی شیک و مدرن و مد و قشنگ، residential districts یعنی محلات مسکونی در شهر کورک، overlook the picturesque harbour. picturesque یعنی انقدر قشنگه که انگار عکس، مثلا یه چیزی توی مایا. و کلمه هابه یعنی بندر، و فعل اولوک هم که اینجا گذاشته یعنی از این مناطقی که گفتیم، از این residential district، شما میتونید بندر رو ببینید. بندری که خیلی هم زیبا و قشنگ و خلاصه کارت پستالیه به قول معروف. There are other residential areas on the outskirts. outskirts چیه؟ اگه یادتون باشه یه جایی در مورد کانتری سایت صحبت میکنیم، گفتیم کانتری سایت به حومه شهر میگن، به حومه شهری که ملت میرن مثلا تفریح میکنن میگن کانتری سایت. outskirts در واقع بازم تو فارسی ما بهش میگیم حومه شهر، ولی مناطق حومه شهر مناطق مسکونی حومه شهرن، یعنی اونجا جای تفریح و اینجا نیست، ملت اونجا زندگی میکنن. بریم در بخش دوم، facilities. یعنی چقدر کلمه هست، اینا رو تونتون میگم که خیلی هاشو میدونید، فقط میخوایم بگذاریم از این بیارم بالا که این آخری هم دیده شه. facilities مثلا امکانات ورزشی چیا هست؟ swimming pool استخر شنا، sports center. sports center در قصد ورزشگاه، از اینایی که مثلا دیدید سالن فوتسال هست توش و چه میدونم استخر هست و اینجوری تو تهران پره. پره که همین الانم کمه، ولی خب حالا چیز. گولف کورس زمین گولف میگن، زمینش میگن کورس. تنیس کورت که باز به زمین اینا رو یاد بگیرید، اینا خیلی مهمه. مثلا چون نمیتونید به زمین گولف بگید، مثلا گولف فیلد، همه زمین ها اسمشون یکی نیست. ما همه اینا رو فارسی میگیم زمین گولف، زمین تنیس، زمین فوتبال، ولی اینا فرق میکنه. گولف کورس، تنیس کورت، فوتبال پیچ زمین فوتبال، سکیتینگ رینک، رینک به زمین سکیت میگن. تو مسائل فرهنگی تیتر داریم، تئاتر، اوپرا هاوس سالن اوپرا، کنسرت هال سالن کنسرت، رادیو استیشن سکای رادیویی، و آرت گالری گالری هنری. یه نکته اینجا بگم، میدونید چه مثلا تو ایران متاسفانه چون این کار انجام ندادیم فرقی بین اینا نداریم. یعنی مثلا فرض کنید چون در تهران سالن تئاتر شهر اگر بخوان اجرا کنن همه اینا توش هست، هم تئاتر هست، هم اپرا هست، هم کانسرت هال هست، ولی در واقع اینا با هم فرق میکنن. اینا رو توی سالن برگزار نمیکنن، به دلایل آکوستیکی این کار میکنن. یعنی شما وقتی تئاتر میبینی، چون مثلا اون بازیگرا که میکروفون ندارن صداشون برسه، باید آکوستیک سالن یه جوری باشه که وقتی صحبت میکنن همه بشنون. یا تو اپرا همین، اما کنسرت ممکنه فرق کنه، چون میشه از مثلا میکروفون استفاده کرد. خلاصه که اینا تفاوت دارن، ولی خب میبینید ما همه رو یکی کردیم. در بخش آموزش چیا داریم؟ سکول داریم، مدرسه هست، کالج که
کالج یا در واقع مراکز فنی و حرفه‌ای میشه گفت بهشون، حتی نه اون برداشت فنی و حرفه‌ای که ملت برن مثلا چه کار فنی بکنن، یه ذره تفاوت داره. یونیورسیتی دانشگاه، لایبرری کتابخانه، ادالت ادویکیشن سنتر، در واقع ما بهش میگیم مرکز سواد آموزی، جایی که بزرگترها، کسایی که سنشون از سن نرمال آموزش گذشته، میرن اینجاها آموزش میبینن. و میوزیم، موزه. کیترینگ، اکامودیشن و نایت لایف، کیترینگ در واقع آشپزخانه ها هستن، اکامودیشن محل اقامت، نایت لایف یعنی شبا وقتی بری بیرون کجا تفریح کنی، رستوران هست، تیک اوی جایی که غذا رو میگیرید میرید، همین کیترینگ ما مثلا بهش میگیم، ولی خب فرق میکنه، میتونه حالت رستورانی هم داشته باشه، شیک باشه. هتل، هتل بی ان بی که میشه بد اند بریکفست، هتل های ارزون تری که فقط صبحونه دارن و توش میخوابید، بعدم پاشید میرید دنبال کارتون. یوث هاستل، یوث هاستل یه چیزی شبیه همین بی ان بی هاست، ولی اتاقایی که چند نفر توش میتونن برن چیز کنن. شاید خیلی برای ایرانی جماعت جالب نباشه، چون ما دوست داریم خصوصی باشه فضا اینا، ولی اگه دقت کنین اسمش هم روشه، یوث هاستل. جوونا معمولا تو اروپا، حالا اروپا امریکا اینا، سنشون به یه حدی میرسه 18-19 سالگی، اینا اکثرشون اینجوری هن که یه کوله بر میدارن میرن 20 کشور میگردن، چون بالاخره از پس هزینه هاش هم راحت بر میان دیگه، گرون نیست برای اونا، و برای اینکه هزینه هاشون پایین بیاد میرن توی همچین جایی و دوروبرشون هم همه جوون، کلی رفیق و آشنا پیدا میکنن و خوش میگذره بهشون، برای همینه تو فرهنگ اونا معنی داره. و کلاب هم که همون کلاب دیگه، میرید میزنید و میرقصید و نوشیدنی. در بخش ترانسپورت یعنی حمل و نقل، ما باس سرویس رو داریم، سرویس اتوبوس، تاکسی رنک، خط تاکسی رو بهش میگیم تاکسی رنک، تاکسی ها پشت سر هم وای میسن یکی یکی سوار میکنن. کا های جاییه که شما ماشین کرایه میکنید. کا پاک، پارکینگ امریکایی ها بهش میگن پارکینگ لات. یه نکته بگم، اگر انگلیسی امریکایی کار میکنید بعضی شو باید خودتون چک کنید. مثلا من بیشتر چیزایی که ممکنه خیلی از اینایی که حالا اینجا گفتم معادل امریکایی هم داشته باشه، دلیل اینکه نمیگم نه اینکه نخوام بگم، بلد نیستم که نمیگم، اینایی هم که میبینید میگم اینایی که به گوشم خورده. من چون خودم انگلیسی از ابتدا حالا بر حسب اتفاق، نه اینکه مثلا بخوام برم فکر کنم مثلا این بهتره یا اون بدتره فلان، تو یعنی با متریال بریتیش کار شروع کردم و بعدها معلمم هم بریتیش شد و اینا، یه چند تا سکرم دیگه افتادم تو این قضیه. ولی شما اگر انگلیسی امریکایی کار میکنین خوبه که بعضی چیزها رو چک کنید. داشتن یک دیکشنری تصویری که به امریکایی باشه خیلی خوبه. توی کانال تلگرام دیکشنری تصویری هم به انگلیسی بریتیش و هم به انگلیسی امریکایی گوشتم، میتونید از جا دانلود کنید. پارکینگ میترز که همون پارکومتره، میبینید الان ما البته آدم میذاریم جاش، تو تهران آدم هست میاد مینویسه، ولی پارکومتر هست که میتونید اونجا استفاده کنید. سایر موارد، هلث سنتر داریم، این مرکز بهداشت و سلامت هست. لو کودز، دادگاه های قانونی و اینا، دادگاه. رجیستری آفیس به اداره ثبت میگن. حالا خب البته تو هر کشوری وظایف این اداره ها فرق میکنه دیگه. سیتیزن ادوایس بیورو در واقع میشه یه سازمان یا یک دفتری، یه دپارتمانی، یک همچین چیزی رو بهش میگن بیورو. مدل دقیق فارسیش رو الان حضور ذهنم دارم. اما خود این سیتیزنز ادوایس بیورو چیه؟ نمیدونم که کشورهای دیگه هم دارن یا نه، ولی این در بریتانیا سازمان‌های هست، جاهایی هست دولتی که ملت میتونن رایگان برن اونجا و شروع کنن از کارشناس سوال پرسیدن. مثلا مشکل حقوقی داری؟ میری از یارو میپرسی. مشکل چه میدونم سلامتی داری؟ اینجور چیزا میتونی. حالا یک سری بخش‌ها داره، بخش‌های مختلف داره که شما میتونی بری رایگان اونجا ازشون سوال بپرسی، کارت راه بیفته. بعدی جاب سنتر، مرکز کاریابی هستن. دپارتمنت استور یه چیز شبیه همون پاساژه، چیزی که ما بهش میگیم، ولی فروشگاه هایی که تو هر طبقه یک چیزی میفروشن، مثلا طبقه اولش
لباس های مردونه است، طبقه دوم لباس های زنونه است، طبقه سومش اسباب بازی، اینا به اونا میگن دپارتمنت استور. کمیست که میشه داروخانه، و یا اینجا می نویسم فارمسی، و یا در انگلیسی دراگ استور. این البته فاصله نداره، دراگ استور. گاردن سنتر، گاردن سنتر در واقع به گل خونه میگن، جایی که شما میری گل میخری، چه میدونم لوازم باغبونی میخری، اینجور چیزا. حالا یا مثلا بازار گل هم میشه بهش گفت. پلیس استیشن که ایستگاه پلیس هست یا همون کلانتری. تاون هال یا سیتی هال در واقع جایی است که ما معمولا بهش میگیم سرای محله، البته این بزرگتر فضاش، یه جایی که یه همچین خدماتی میده. میگم خب ساختار شهریشون متفاوته دیگه با ما، ولی یک همچین چیزی رو در نظر بگیرید در ابعاد بزرگتر. استیت ایجنت که میشه مشاور املاک. هاوزینگ استیت که بنگاه املاک، در واقع این آدمشه، این اون مکان هست املاکی. اندستریال استیت که اینم در واقع منطقه صنعتی هست. این راستی اینی که الان گفتم بهش در واقع بنگاهی میگن ریال استیت، ریال استیت، و هاوزینگ استیت مکان مسکونی هست، یه منطقه مسکونی که یکی هم که صنعتی شه دیگه. اما بخش بعدی problems in cities، مشکلاتی که تو شهرها هست، بعضیشو کتاب قبلی هم خوندیم. ترافیک جمز، ببینید به شلوغی ترافیک، یادتونه گفتیم ترافیک میشه عبور و مرور، دو تا ماشین هم تو خیابون باشن میگیم ترافیک هست، ولی وقتی شلوغ میشه یه جایی که میبینید ماشینا ازدحام دارن، اونجا رو بهش میگیم ترافیک جمز. ترافیک very slow، commuters get very stressed. commuters یعنی کسایی که تو عبور و مرورن دیگه، دارن رفت آمد میکنن. دلیلش چیه؟ too much traffic especially in the rush hour. rush hour هم که میشه ساعت شلوغی. بعدی داریم slums. فکر کنم مثلا معادل درستش تو فارسی هم حلبی آباد میشه، جاهایی که خونه ها خیلی شرایط بدی دارن و با بدبختی ملت یه خونه ای درست کردن دارن زندگی میکنن. housing in a bad condition. دلیلش هم چیه؟ poverty، فقر. People don't have money to spend on housing. Vandalism. Vandalism وحشیگریه. آدم هایی که میزنن در دیوار رو تخریب میکنن یه چیزای باقی موارد رو، به اونم به این کار میگن Vandalism. Pointless destruction of property. بی دلیل و چیزی رو خراب کردن. دلیلش چیه؟ Poverty, lack of hope. فقر و نداشتن امید، یا مرض هم هست. اینی ننوشته اینجا. Overcrowding یعنی شلوغی، ازدحام بیش از حد جمعیت. نتیجهش چیه؟ Difficult living conditions، شرایط سخت زندگی پیش میاد. و دلیلش چیه؟ Too many people living in one place، مردم جمعیت زیادشون توی یه جا زندگی میکنن. دلیل چیه؟ دلیل این که خب منابع اونجاست، منابع خوب پخش نشده. Pollution هم آلودگی هست. deterioration in health، deterioration یعنی آسیب، آسیب در سلامت نتیجه این آلودگی هست. دلیلش چیه؟ traffic and industrial، یعنی فعالیت های صنعتی و ترافیک. دلیلش آلودگی هست، یعنی آلودگی دلیلش این هست. خب اما بخش آخر adjectives to describe a city، سری صفت برای اینکه یک شهر رو بتونید توصیف کنیم. picturesque که بالا هم خوندیم دیگه، در واقع از picture میاد، یعنی بسیار زیباست، انگار که مثلا تو پوستر داری میبینی، جذابه. historic که میشه تاریخی. spacious جایی که بزرگه، شما البته خونه و فضا رو هم میتونید spacious توصیف کنید باش، یعنی به جایی که فضا داره دلباز بزرگه. elegant خیلی باکلاس. Magnificent با شکوه. Lively سرزنده،
و deserted یعنی خالی، خلوت، انگار که همه ترکش کردن. من معمولا تو شب به یه همچین حالتی میگن. bustling پر جنب و جوش، packed پر آدم، پر جمعیت، filthy کثافت، چندش، مثلا یه شهری مثل پاریس رو میشه با filthy توصیف کرد، شهر کثیفیه. و run down یعنی قدیمی و کهنه و دیگه تو شرایط بد، معمولا به جایی که ازش استفاده کنی بهش نرسی، در نهایت run down میشه. و بخش آخر common mistakes رو هم بخونیم. There are a lot of open spaces in the center of London. اینجا spaces، فضا، در حالت countable اومده. به این دقت کنید. There are a lot of open spaces in the center of London. نمیگیم open places. خب درس بسیار مهمیه. بسیار بسیار مهم. هر چقدر تاکید کنم کمه. تلاش کنید که تمرین‌هاش رو انجام بدید. سوالی هم اگر داشتید توی بخش کامنت ها میتونید مطرح کنید. تا جلسه بعد.